سلام، با 180 ثانیه یه سه شنبه 18 اردیبهشت ماه همراه ما باشید. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده ی فیلتر تلگرام نبوده است. او همچنین گفته در چند پرونده که اطلاعات مربوط به متهمین از مدیر تلگرام خواسته شده وی حاضر نشده اطلاعاتی بدهد. جهرمی وزیر ارتباطات نیز گفته است بعد از فیلترینگ تلگرام از 45 میلیون کاربر تلگرام فقط 1 میلیون نفر از آن خارج شدند. پیام درفشان یکی از وکلای خانواده کابوس سید امامی گفت کمیته رسیدگی به علت مرگ این استاد دانشگاه که نامش حقیقت یابی است ظاهراً حتی نتوانسته با کسانی که مسئول بازداشت بودند ارتباط بگیرد. کابوس سید امامی استاد جامعه شناسی از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و 19 بهمن ماه مرگ او با عنوان خودکشی در زندان اعلام شد. مؤید علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران از نایاب شدن آمپول جلوگیری از انتقال هپاتیت بی از مادر به نوزاد خبر داد. همچنین میثم رمضانی رئیس انجمن تالاسمی اعلام کرد که 93 بیمار تالاسمی از سال گذشته تا اواخر فروردین امسال به دلیل عارضه قلبی ناشی از عدم دریافت دارو و تزریق داروی بی کیفیت جان باختند. معاون استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد کل حجم آب ذخیره شده در سدهای سیستان و بلوچستان 2 میلیارد متر مکعب است که با توجه به افزایش دمای شهرهای استان در ماه‌های پیش رو این میزان آب قبل از اتمام تابستان به پایان خواهد رسید. در آستانه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ماندن یا خروج از برجام، قیمت نفت برنت برای اولین بار در 3.5 سال گذشته به 76 دلار در هر بشکه رسید. در صورتی که ترامپ تعلیق تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نکند، این تحریم‌ها به صورت خودکار برمی‌گردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه امروز گفت اگر ترامپ دست به اشتباه برهم زدن برجام به عنوان یک دستاورد جهانی بزند یقیناً در شرایط بدتری مجبور خواهد شد حقوق مردم ایران را بپذیرد. اتحادیه اروپا امروز خواستار خودداری از افزایش تنش در زمینه توافق هسته‌ای ایران شد. 71 دوره جشنواره فیلم کن سه‌شنبه شب با اکران فیلم همه می‌دانند آخرین اثر اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی آغاز می‌شود. فیلم همه می‌دانند 8 فیلم اصغر فرهادی است که با بازی پنلوپ کروز و خاویر باردم و در کشور اسپانیا تهیه شده است. زبان این فیلم نیز اسپانیایی است. در این دوره از جشنواره فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی نیز در بخش مسابقه حضور دارد.